سلام و گفتگوی ویژه با دکتر عمر زاخیلبال، سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد و وزیر مالی پیشین کشور. خوش آمدید. تمرکز در این گفتگو بیشتر روی روند صلح و چگونگی این روند است. تشکر آقای زاخیلبال. تشکر شما. لطفتان. سلامت باشین. مذاکرات میان افغانان که منتظرش بودیم آغاز شد، اما چگونه پیش میره؟ خیلی خوب پیش نمیره. اگر پیش میرفت امروز یک چیزی نتیجه میداشتیم. متاسفانه که گفتم میتونیم به بنبست رفته. تقریبا یک ماه میشه که در یک سند خیلی ابتدایی در مسائلی که توقع میرفت که باید در روز اول حل میشد، ولی هنوزم بالای اون سند خیلی ابتدایی توافق صورت نگرفته. از این خاطر گفتم میتونیم که مذاکراتی که توقع داشتیم دو سمت متاسفانه خوب نرفته. بسیار خوب. ماوره دوم رئیس جمهور هم چند روز پیش همین مسئله را یاد کرد که گفتگوها رفتن به بنبست، اما عاملش را طالبان ردانست. شما هم چنین میدونید؟ شاید هم که طالبان هم فاکتور باشه، ولی قبل از اینکه هیئت مذاکره ما به دوحه بره نظریات وجود داشت. تقریبا اکثریت مردم ما رو میپرسیدی میگفت برایتان که تیم مذاکره ما از توانمندی لازمه که برخوردار و برخوردار نبود و صلاحیت لازم هم که باید میداشت نداشت متاسفانه. و نتیجهش هم امروز ما میبینیم که تیمی که در مسائل خیلی خرد و ریزی که سند طرز العمل تنها روند مذاکره را مدیریت میکنه و ای توانمندی را از خود نداشته باشه که به طرف مقابل استدلال قابل قناعت داشته باشه در مسائل بازم گفتم خیلی کوچک و خرد، چطور میتونن که در مسائل خیلی بزرگ اینا صحبت داشته باشه. به لحاظ حکومت باید یک مسئولیتی را در این مورد اینا بپذیره. چون خب حکومت گفته که هیئت در مشوره با تمامی جریان ها و طرف ها و سیاستگرا تعیین شده و همه هم موافق این ترکیب هستند. خب ببینن یکی دعوا کردن است و یکی هم حقیقت است. کدام بزرگ سیاسی، کدام شخص مطرح بیرونتر از حکومت حمایی از این هیئت داشته؟ تعدادی محدودی که شاید از فامیلشان کسایی در اونجا باشه غیر از او خب نیست و تنها دو سه نفر سیاسی مطرح نیست، نظر جمعی مردم مطرح است. آیا نظر جمعی مردم چنین است؟ اکثریت مردم میگه که این هیئت توانمند نبوده، ولی حکومت هیچ نوع توجه به خود موقف مردمی بگویم و نظر جمعی مردمی در این مورد نداشت. اما حکومت میگه که هر کسی که مخالف ترکیب هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان است، دلیلش عدم حضور خودش یا اطرافیانش است. خب اینمی دلایلی بود که در تا به امروز هم شاید بگویه، در شروع هم میگفت، ولی چیزی که فلحال حقیقت داره اونمو است که هیئتی که به دوحه رفته در یک ماه نتانسته که در مسائل خیلی خرد و کوچک و ریزی اینا پیشرفت داشته باشه. فعلی حاضر در اینجا کدامش حقیقت ثابت شد؟ موقف حکومت که می گفت که کسایی که اعتراض داره این مسائل شخصی است، یا موقف بیرونیه که می گفت که این هیئت توانمندی لازمه که نیاز است، خصوصا با نظر داشتی پیچیدگی مذاکرات صلح او را دارا نیست؟ فعلی حاضر اون ثابت می شد. خب هیئت چندین بدیل و چندین بار بدیل به طالبان پیشنهاد کرد در باب مسائل اختلافی. طالبان هستند که روی یک موضوع تاکید دارن، هنوز هم مشکل متوجه هیئت جمهوری اسلامی افغانستان. ببینن مسئله بدیلی نیست، مسئله که در شروع این سندی بود که بعد دو سال نهایی میشد. امروز یک ماه گذشته. قبل از اینکه خپ و چپ بین طالب و بین هیئت مذاکره این نهایی میشد، همه موضوعات رسانه‌ای شد. ای از پختگی هیئت نمایندگی متاسفانه نمی‌کنه. تأکید می‌شد که باید جزئیات مذاکرات، پیشرفت‌ها، تا
تصمیم ها، فیصله ها، همگانی شما. بله، فیصله ها، پیشرفت ها باید رسانه شما، همگانی شما. ولی در جریان مذاکرات خصوصا موضوعات خردریزی که ایجاب نمی کنه که با پیشرفت مذاکرات ممید باشه، ضرور نیست که نهایی شود. خب اختلاف ها نیاز است همگانی شما؟ او در وقتی که ببینین بالاخره به جایی رسید که هیچ پیشرفتی نیست، در او وقت باز میدانه دلایل خود بگوید. ولی در جریان شکل که بازی از موثریت مذاکرات نمایندگی نمی کنه. خب تشکر. در همین بحث آخرین پرسش، ترکیب هیئت میگین تغییرات به میان آورده شده یا لست طویل تر شده، کسان افزوده شدن در ترکیب؟ حال من نمیدانم که آیا تغییرات هم کدام فایده خواد کرد یا نکرد. اون فضای مذاکره‌ای که باید ایجاد میشد در آغازش، اولین روز اول و دوم و سوم و یا هفته اول خیلی مهم بود. در اینجا یک فضای باید وجود می‌آمد، فضایی که یک فضای اعتماد بینی بود، به نمایش گذاشته میشد. طالب و غیر طالب با هم باید نان میخوردن، با هم باید نماز میرفتن، با هم نشست های زیادی میداشتن. هم توی یک فضای را اینا با وجود آورده نتونست. موقفگیری های رسانه ای شد از هر دو طرف که سختتر ساخت موقف ها. اما هر دو طرف امیدواری نشان میتن به ادامه کار و پیشرفت و نتیجه؟ من نمیفهم که این امیدواری چقدر امیدوار کننده با ما و شما باشد. در آغاز کار چیزی که شما گفتین و معاون دوم رئیس جمهور هم گفته، با بنبست که کم از کم برداشته شدنش، با فشار جهانی و یا مداخله خارجیان پیوند داشته باشه برخورده؟ متاسفانه، ولی این که در نهایتش چقدر فشار جهانی مؤثر است در مذاکرات، من شخصا متیقن نیستم. اما بنبست وجود داره، داره، سه هفته داره، نشست داره. خب این خوب گفتم در قدم اول در طرز العمل بنبست وجود آمد. این بنبست شکستانده شد، باز چی میآید؟ باز سر اجنده بحث مشکل تر میشه، بازم خارجی بیاید، باز بحث سر موضوع با موضوع میشه. در هر قدم باز بنبست می داشته باشیم. ولی این مذاکرات باز دیگه سالها را خواهد کشید و شخصا ما به این نظر هستم که ما نتانیم مذاکرات در طی چند ماهی محدود جمع کنیم. باز توقع خیلی زیادی از همچون مذاکرات ما باید نداشته باشیم. بسیار خوب. گفتگوی امریکا طالبان 18 ماه بعد رضا کشید. قصه اصلی گفتگوی بین هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان است. انتظار دارین که کمتر از 18 ماه کار نهایی شد؟ بله، او تفاوت داشت. یکی خوب امریکا یک قوتی هست که اگر به درازان بکشه یک توازنی قوه را نگاه کرده میتونه، ما نمیتونیم. دوم، مشکل ترین موضوع که خروج نیروهای امریکایی بود، در اونجا بحث صورت گرفت و بالاخره سر او توافق شد. توقع بود که وقت زیاد بگیره. در اینجا نباید که با مو درازایی که او مذاکرات کشید با مو درازا بکشه، به خاطر که ما اون فضا را باز نگاه کردن نمیتونیم. فضای برای یک سال و دو سال و سه ساله که مذاکرات دوام پیدا کنند، همچون یک فضا نگاه کردن خیلی مشکل است. اما حکومت میگه یک نیاز است، هر بس نیاز به چانه زنی و گفتگوی زمانگیر داره. این همی راستش برد بگویم یک عذری است به درازا کشیدن این مذاکرات که نباید کشیده شود. ما باید کوتاه‌ترین رای را برای کامیابی مذاکرات پیدا کنیم و به نهایی ساختنش پیدا کنیم. و ما به این نظر هستم که اگر نیت صلح باشه، هم از طرف حکومت باشه، هم از طرف طالب باشه، نباید که اضافه تر دو سه ماه بگیره. چرا سالها بگیره؟ نیست؟ نه. با نیتش ای که هست نیست نمیدانم، ولی مدیریتش متاسفانه نیست به اون شکلی که لازم است. خب احتمالاً
چقدر زمان خواهد برد اگر کار چنان که شما به انتظار دارین پیش بره؟ یک ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه، یک سال؟ خب به می شکل که پیش میره این را گفته میتونیم باید چیزی که شما توقع دارین و فکر میکنین که نیاز است حاکم باشه برامند. خب به می شکل که پیش میره که فلحال هست، اگر یک ماه دو ماه دیگه به می شکل پیش بره باز بنبست هم نیست، ناکامی است، این مذاکرات با ناکامی می انجامد. عزینمی است که وقت باید خیلی جدی بگیریم، خصوصا که فشارهای بیرونی وجود داره. فلحال امیالی که ما و شما در اینجا مصاحبه داریم، نیروهای امریکایی در حالت خروج هستند و این فشار اینا که هنوزم سر طالب است، از این فشار باید ما استفاده کنیم در مذاکره. وقت کشی به نفع ما نیست، نباید که ما وقت کشی کنیم و به قدر کافی وقت کشی شده. یعنی فکر میکنین که ما که مراد از حکومت هست، بله، از نظام است، از نظام است، پای وقت کشی است؟ وقت کشی شده دی، شکی نیست. ببینن هدر رفتن وقت به کشتار روزافزون را به همراه داره. خبر است از میدان های نبرد است. بله، بله، نظامیان، نظامیان، طالبان. دقیق، دقیق چنین است. ببینن شما موقف حکومت ها مقایسه کنین با سال گذاشته با امسال ضعیف‌تر شده. موقف حکومت در شما مقایسه کنین با شش ماه قبل با حال ضعیف‌تر شده، با دو سال قبل که مقایسهش کنین با مراتب ضعیف‌تر شده. فلحاظا از وقت کشی ما کدام فایده ای نداشتیم. در نهایتش همه شرایط ای که خوب بود یا خوب نبود، همه شرایط پذیرفته شد. مثلا مسئله رهایی 5000 بندی بود، میتونه شد که در بعد از توافق امریکا و طالبان در دو هفته رها شود. شش ماه را طول کشید. در شش ماه کدام موقف حکومت بود که اینا تانست بپذیرست به طرف مقابل؟ نتانست. اما میگن که به زمانگیر شدن روند رهایی زندانیان دستاورد داشته جامعه جهانی؟ هیچ چیزم نداشته. دانست که مجرمین از زندان رها میشن، فهرست ترتیب شد و همه دانستن چی فایدهش چی بود؟ در نهایتش همه 5000 مطابق لیست با مؤخرین اسیرشان رها شد نشدن. نتیجه چی بود؟ هیچ اثر نداشت. هیچ اثری، تنها اثری که داشت اثر منفی بود. تنها اثر در ماه مارس شما ببینید سطح خشونت پایین تر بود. شما در ماه مارس ببینید موقف جامعه جهانی در حمایه نظام قوی تر بود. شش ماه قبل وقایعات مثل کرونا و اینا اتفاق نافتاده بود. شش ماه قبل خروج نیروهای امریکایی آغاز نشده بود. امروز ببینید در یک وضعیت ضعیف‌تر، فلحاظ یگانه تأثیری که داشت تأثیر منفی داشته. بسیار خوب، از وقت کشی یاد کردین و گفتین که این بحث هنوز هم جریان داره، نشان دهنده است که موانعی در راه هست در برابر گفتگو؟ خب اینمی خودش موانعی است، همی به شکل مدیریتی که فلحال اصل شده در حقیقت تأثیر کننده نبوده، در حقیقت دشواری را ایجاد کرده. ایره موانی عمدی میگن، موانی چیز دیگه میگن، من نمیگم که عمدی است، ولی از این کار کردن نمیتونیم که مفید نبوده. خب طالبان چی؟ طالبان ما خود امرای طالب در یک ردیف قرار داده نمیتونیم. اما اردو رو یک میز ششته؟ ششته، ولی اونا دولت نیستن، اونا یک گروه جنگی مخالف هستن و با او دیده ما خود در اول ول امروی اونا مقایسه کرده نمیتونه که اونا میکنن ما میکنیم. اگر بحث تعهد و توافق باشه باید هر دو طرف پابند باشن. درست است. حمله هلمند چی را نشان میده؟ درست است. حمله هلمند میره نشان میدن که بالاخره قضاوت طالب شاید به طرفش باشه که از این مذاکرات چیزی بون نمیشه. اما عهد شکستن، عهدی که در توافق با امریکا طالبان باشه. دقیق است، دقیق است، دیگه شکی نیست که عاشقستان. و البته ما تفصیلات تعهداتشان امرای امریکا نمیفهمیم که چی بوده. خب امریکا میگن که عهد شکستن، ولی چیزی که واضح است ایست که این حمله سر هلمند مفید نیست برای مذاکرات و شک به بار میاره سر نیتشان در مورد صلح. این شکی نیست. حامیان افغانستان، حامیان طالبان، کسانی که دخیل هستن، منظورم از خارجیان است، در روند صلح فشار کافی را بر هر دو طرف، برای
تسریع روند صلح وارد کردیم. این فشار خواه است، در نهایتش اگر نیت نباشه، نیت صلح از دو طرف نباشه، هیچ فشار هیچ فایده ای نداره. راهی را پیدا میکنن، هم طالب پیدا کرده میتونه و هم حکومت پیدا کرده میتونه که چی رقمی وقت بکشه، چی رقمی موفق نباشن در مذاکره. مسائل را اینا میتونن پرتن در مذاکرات که هیچ ربطی شاید در مستیج مذاکرات نداشته باشه و مشکلات ایجاد کنن. مثلا موضوع فقه حنفیه و جعفریه هیچ جایی داری وقت مذاکرات قطعا نداشت ولی انداخته شد و یک جنجال شد. با توجه به سخنانتان بسیار خوشبین به نتیجه گفتگوها نیستین، ای که گفتگوها بالاخره نهایی شوند و به نتیجه برسند. ببینن، من نمیگم که من خوشبین نیستم، چیزی که من میگم باید منتقد باشیم. مسئله صلح یک مسئله مهم به فرد فردی کشور است و موقف خود اظهار کردن، خصوصا که ببینیم که از این فرصت صلح به شکل درستش استفاده نشه، و مسئولیت همه ما و شما هست. از به اساس اون مسئولیت است که گفته میتونم و به اساس اون معلوماتی و دخیل بودن ما تا حدی در مذاکرات، البته دینی به شکل رسمیش و قبلا در تماس ها و اینا بوده که من به می برداشت داشتم که میتانش شد که از این همی فرصت استفاده بهتری صورت بگیره، میتانش شد که ما یک اعتماد بهتری بین طالب و بین مذاکره کنندگان نظام به وجود بیاریم، ولی نشد. از معلومات شما در ادامه بحث استفاده خواهد کردیم. آقای زاخل‌وال، زمزمه های از جانب سوم در مذاکرات میان افغانان به گوش میرسد، منظور از میانجی نیست، یک طرف سومی همردی و دو طرف که در حال حاضر سرگرم گفتگو هستن، تایید میکنه این چنین جانب وجود داره و در راه هست؟ خب فیلحال چیزی که ما میبینیم ظاهرا دو طرف رسمی است که یکی هم طرف طالب هست و یکی به طرف نظام ایناست، ولی در شکی نیست که شاید بازه احزابی باشه، باز کلانای سیاسی باشه که تماس های با طالب هم داشته باشه و یا طالب خواسته باشه تماس های با اونا داشته باشه، ولی او رو مذاکرات گفته نمیتونیم، تماس گفته میتونیم. اما در آینده به مذاکرات مبدل خواهد شد؟ یک احتمال؟ احتمالش کمتر است، چون که ببینن اونا درگیر جنگ با حکومت هستن، با نظام هستن. چی فایده به طالب خواهد داشت که مذاکرات به یک جانبی داشته باشه که هیچ نوع صلاحیتی در نظام نداشته باشه؟ اما پندارها چنین هستن که حکومت زیاد علاقه‌مند به حداقل رسیدن به سال در یک دو سال، سه سال، چهار سال آینده نیست. خب در اون صورت موقف جامعه جهانی خیلی مهم هست. در اونجا اگر جامعه جهانی هم نوا با یک تعداد سیاسیون باشه، باز میتونه شده که یک جبهه موثری باشه، ولی اگر حمایت جامعه جهانی نداشته باشه، این وضعیت یا به شکل بدترش دوام خواهد کرد. در باره جامعه جهانی تا حال علاقه‌مند دخیل شدن یا گفتگو یا رایزنی یا بحث شده؟ خب جامعه جهانی خود دخیل است، دیگه شکی نیست. با کسانی که با سیاسیون هم در رابطه است، شکی نیست. و اون فشارهایش را میبینیم بالای حکومت. اگر فشار جامعه جهانی نمی بود، واقعیتش این می است که رهایی 5000 زندانی طالب خواب در نتیجه مذاکرات حکومت و طالب نبود، در نتیجه مذاکرات امریکا و طالب بود و بالاخره سر حکومت فشار آورد که اونها رها بکنه. خب گفتم میشه که از آدرس همین گروه یا کسانی که جانب سوم گفته میشن به طالبان پیشنهاد گفتگو داده شده و طالبان هم پس از مدت که از این پیشنهاد و دریافت این پیشنهاد گذشته توافق کردن با این کار. خب من این را گفته میتونم که تماس بود، تماس و گفتگو. مذاکرات گفته نمیتونم، مذاکرات گفته نمیتونم، متعقین هستم تماس هست، متعقین گفتگوها هست و هیچ چیزی نویم نیست.
ببینن به هدف چی، به اهداف متعدد. اینمی که طالب من حیث یک حقیقت است و من حیث یک حقیقت سیاسی فردا هست، گروه های سیاسی است که میخواهد یک تماس و یک رابطه و یک شناختی با اینا پیدا بکنن و این کسایی که می رابطه ها را داره پنهان هم نمی کنن. میدانه شده که بعض افراد وکالانه سیاسی ما یک رول را در خود فراهم‌آوری یک فضا برای مذاکرات برابر بسازم، اما که خود شما دیدین که مثلا رئیس جمهوری اسبق کشور در راستش یک هیئت دوبار با طالب در مسکو اینا گفتگو داشتن و یک فضای خیلی خوب ایجاد کردن، امیدواری های خیلی خوب ایجاد کردن و او را هرگز مذاکرات و صلح گفته نگفتیم ما که در اون اشتراک داشتیم، ولی بر او یک گفتگو بود به هدف تسهیل گفتگوها بین طالبان و حکومت. تأثیر خود داشته. هدف تسهیل است. تسهیل تا به حال خود تسهیل بوده. بسیار. حکومت موقت یکی از زمزمه هایست که در باب گفتگوهای صلح به نتیجه میرسه. احتمالا اگر این گفتگوها به زودی نتیجه بتن گفته میشه نیاز است حکومت روی کار بیاره که در رأسش یک کس بی طرف و عملی کننده توافقنامه طالبان جمهوری اسلامی افغانستان نیاز میبینن چیز؟ ببینن بحث حکومت موقت اگر مطرح میشه در آغاز مذاکرات نیست، در نهایتی به یک نتیجه باید رسیده باشه طالب به طرف مقابل که بالاخره بحث به اونجا برسه. ای که نیاز هست یا نیست اونم استیج ایجاب میکنه، ولی اگر اوستی به خاطر صلح ایجاب کرد که حکومت موقت باشد، این تعلق به این داره که مردم افغانستان از همچی حکومت در موردش چی موقفی دارن. چیزی که من میشنام اگر مذاکرات و صلح در افغانستان ایجاب کرد، باقی نیست که اگر آغازش از یک حکومت موقت شود که از نامش پیداست موقت است. چون در رأس از او که قرار خواهد گرفت یک جنجال کلانتر دیگر خواهد. ضرور نیست که جنجال کلانتری دیگه باشد، اینطور نیست که ما قبلا حکومت موقت نداشتیم. اینمی آغاز این دوره که فلحال ما در او هستیم از یک حکومت موقت آغاز شد یا نشد، آقای کرزی در راستش بود، آیا جنجال بود؟ وضع حال تا آن زمان قابل قیاس هست مطلق شرایط فرق میکنه، شرایط فرق میکنه. از اینمی است که با پس تعلق داره که چه نوع یک فرمولی برش میکشه که جنجالش کمتر باشه. لوی جرگه یک مکانیزم شد، ولی مکانیزم های دیگه هم شده میتونه. تشکر. زمزمه خروج نیروهای امریکایی به گوش میرسان هم پیش از آغاز سال آینده میلادی، چون این خواهد شد تصمیم در باره یک جانبه گرفته میشه؟ نمیدانم. در مورد امریکا فعلا در وضعیت کنونیش پیشگویی کردن خیلی دشوار شده. در راستای انتخابات ریاست جمهوری است، ما آینده معلوم میشه که کی رئیس جمهور میشه. رئیس جمهور موجودش خو میگه که تا به سال نو همه این نیروهای از افغانستان باید براین. و چیزی که ما میبینیم امروز، سفرهایی به ولایت امروز از جلال آباد میامدم، از جلال آباد تا به کابل، چیزی که دیدم تانکای امریکایی بود به طرف پاکستان میرفت. چیزی که در جلال آباد دیدم یک بیس بزرگشان در میدان هوایی جلال آباد بود، امروز تخلیه شده بود. بیس های خیلی دیگیش در ننگرهار بود، همه اش تخلیه شده و ولایت های دیگی هم تخلیه شده. ولی حاضر ای که کاملا میبرای نمیبرای نمیدانم، ولی تعداد بزرگشان امیال شاید در حالت خروج هستن. چه خوبه ما اعلام این خبر در یک بعض که گفتگوها با بنبست که ادعا میشه در دوحه روبروس مناسب دیدن؟ نه خیر، قبلا هم گفت این را که تکرار میشه برای ما که هنوزم امریکای در افغانستان بودن و ما یک پیشرفتی و آغاز مذاکرات میداشتیم، در موقف قوی تر میبودیم و استفاده میکردیم. هر قدر تعداد کمتر میشه موقف ضعیفتر میشه. و آخرین سوال آقای دکتر، در اواخر دیدارهای با برخی بزرگان و سیاستگران کشور، نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان، نماینده سیاسی مسکو در کابل و همچنان سفرهای به چند ولایت،
لغمان، ننگرهار، بلخ، سمنگان، تخار، هرات داشتین. هدف دیدارها و سفرها چی بود؟ خب اول که دیدارهای ما چی با سفرا باشه چی با زعمای کشور باشه گفی ندونید. اگر شما ما زیادتر زیادتر نیش نشده. سال گذشته هم چنین بوده، دو سال قبلم و سه سال قبلم. و سفرهای ولایتی ما طبعا گفی نوی هست. ملاقات های ما در مورد قبلا هم گفتم که در مورد سال همه ما مسئولیت داریم و همه ما باید که همون رول کوچک خود را که چطور بتانیم هم از این فرصت سال که ایجاد شده استفاده از این صورت بوده و همچنان یک رولی را بازی کرده بتانیم در ایجاد یک فضای بهتری برای مذاکره در این ما باید با سفرا اونا طبعا من حیث یک کسی که مطرح بوده بر هر حدی که هست حد کوچکی است یا کمی زیادتر از او است اونا در تماس میشن و موقف مرم با شمول جناب رئیس جمهور غنی با اونام که به اساس تقاضای اونا ملاقات کردیم و مشوره های خود شریک ساختیم با دیگر زعمای کشور همچنان دکتر سپ عبدالله همیشه ملاقات ها می داشته باشیم با بزرگای سیاسی ملاقات ها می داشته باشیم و همچنان چی رول را ما بازی کرده می تانیم که اگر کمترین هم از این فرصت استفاده بهتر صورت بگیره در ایجاد یک فضای بهتر و اعتماد ما یک رول را بازی کرده بتانیم باید که دریغ نکنیم. تشکر بسیار دکتر زاخیل والس سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد همچنان وزیر پیشین مالی افغانستان از اینکه وقت گذاشتیم به برنامه. تشکر بسیار.